دوران افشاریان یکی از دوره است که منطقه داغستان در آن بخشی از خاک ایران بود. در آن زمان نادرشاه یک قرآن کوچک به رسم یاد بود برای حاکم محلی داغستان ارسال کرد. داغستانی ها میگویند حاکم اما برای نادرشاه نامه نوشت و نظر به اهمیت این کتاب خواستار نسخه بزرگتری از آن شد. امپراتور هم این قرآن عظیم را برای او فرستاد. این اثر تنها یکی از نسخه های خطی منحصر به فرد در کتابخانه مرکز علمی داغستان است این کتابخانه در سال 1963 تاسیس شده بود از آن زمان تا امروز خاورشناسان داغستانی در کتابخانه شخصی در خزائن کتب مساجد نسخ خطی را مطالعه می کنند از آن عکس می گیرند و کپی الکترونیک تهیه می کنند از سال 1917 با شکل گیری اتحاد جماهیر شوروی بر پایه ایده های کمونیستی یکی از اولویت ها حذف دین از فضای جامعه بود چه اسلام چه مسیحیت به گفته گردانندگان مرکز علمی داغستان در آن زمان نگهداری از نسخه های خطی پارسی یا عربی که به دلیل الفبا حتی در ظاهر نشانی از پیوند با دنیای اسلام داشتند برای دارندگان آنها خطرناک بود به همین خاطر این آثار اغلب به کتابخانه هدیه یا فروخته می شدند بعد از فروپوشی اتحاد شوروی وضعیت تبدیل شد تغییر شد امروز اصحاب کتابخانه ها کتب قدیم خود را برای برکت خانه یادگاری نیاکان خود و برای مطالعه نگهداری می کنند. امروز بیش از یکصد نسخه خطی پارسی در مؤسسه تاریخ، باستانشناسی و نژادشناسی داغستان وابسته به فرهنگستان دانش روسیه نگهداری می شود. کوهندترین نسخه اخلاق ناصری است. یکی از مشهورترین آثار خاج نسیر دین توسی، دانشمند ایرانی درباره اخلاق شخصی و اجتماعی. به تاریخ 1235 میلادی اثر نفیس دیگر دانشنامه است از محمد ابن محمود آمولی به تاریخ 1339 میلادی نفایس الفنون از مشهورترین آثار علمی به زبان پارسی در صده 14 میلادی که برای آموزش دانشجویان به کار برده می شود. باید گفت که روابط تاریخی و فرهنگی ایران و داغستان به دوران قبل از ظهوری اسلام می رسد نتایج تحقیقات باستان شناسی و کتیبه هایی که از دوران ساسانی باقی مانده است بر اهمیت زبان فارسی و تاثیر فرهنگ ایران بر فرهنگ داغستان دلالت می کند پس از ورود اسلام گرچه زبان عربی در منطقه چیره شد ولی نگارش نسخه های خطی پارسی هم در داغستان رونق داشت با وجود اینکه به زبان عربی و ادبیات عربی مسلط بودند گرویش بیشتر به بی زبان فارسی داشتند و برای تکمیل کردن تحصیل خود به کتب علمی فارسی زبان روی می آوردند اثر علمی به این زبان می شعر می سرودند آثار فارسی زبان هم علمی هم ادبی به زبانهای ملل خود ترجمه می کردند. یکی <تضافير> <تضافي> از این نمونه ها قاموس فارسی عربی ترکی است. فرهنگی سه زبانه که در پایان صده هجدام میلادی توسط دبیر قاضی خونزاخی در داغستان تدوین شده. در برابر هر واژه پارسی ترجمه ترکیان و شرحان به عربی نوشته شده. گاه شعری هم که واژه در آن به کار برده شده آمده است. اغلب از سروده های حافظ. کار فهرست کردن این نسخه ها با جدیت در مرکز علمی داغستان در جریان است. فهرست نسخ خطی، فهرست کتب چوب سنگی و فهرست مکتوبات و فرامین به فرسی در سه جلد ما قصد داریم به چاپ رسونیم. انشاءالا. برخی از دست نوشته ها پیش از رسیدن به بایگانی کتابخانه دچار آسیب های فراوانی شدند مرکز علمی داغستان در تلاش است با دیجیتال کردن نسخه‌های بر جای مانده از همین میراث موجود نگهداری کند.